رضیا ثابتی خبرنگار ما اونجا با ماست تا برامون از آنچه در رسانه‌های ترکیه منعکس شده در این باره بگه. فرزیا، خب از لحظه اولی که این خبر اومد رسانه‌های ترکیه به صورت خبر فوری خبر رو منعکس کردن و دیشب بیشتر کانال‌های تلویزیونی ترکیه برنامه ویژه برای این موضوع داشتن. امروز هم در روزنامه‌ها و بیشتر سایت‌های خبری عکس اول مربوط هستش به عکس ملکه الیزابت دوم. در کنار این دیروز اردوغان در سفر بالکان بود و کمی دیرتر از رؤسای دیگر کشورها پیام تسلیتش رو داد. اون در حساب توییتری خودش اعلام کردش که بسیار متاسف هستش از این اتفاق و از این مرگ و اعلام کردش که تسلیت خودش رو به خانواده سلطنتی، دولت و مردم بریتانیا ابراز میکنه. بیشتر رسانه‌های ترکیه به 70 سال حکومتداری ملکه الیزابت پرداختند. در این 70 سال هم ملکه الیزابت 3 بار به ترکیه سفر کرده که اولین اون در سال 1961 بوده و بعدی در سال 1971 هستش که به خاطر اینکه در اون زمان سیاست داخلی ترکیه وضعیت مناسبی نداشته از اهمیت زیادی برخورداره. همین سفر یکی از موضوعات مطالعات آکادمیک هم شده در ترکیه. در اون سفرش هم یک سفر 7 روزه بوده که از آنکارا آغاز میکنه و از استانبول ترکیه رو ترک میکنه. در سال 1971 هم یک ماراتونی به نام ملکه الیزابت برگزار میشه که اون در اون مراسم هم شرکت میکنه. اما آخرین سفر ملکه الیزابت به ترکیه در سال 2008 در زمانی بودش که عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه بود. در اون زمان هم در ضیافت شامی که با هم داشتن گیلاس شرابی رو با هم بلند کرده بودن که این موضوع هم در سال 2008 یکی از موضوعات جنجالی در ترکیه شده بود به خاطر اینکه عبدالله گل منصوب به حزب عدالت و توسعه که الان هم حزب در حاکم هستش بودش و اون زمان هم به خاطر اسلامگرایی که عبدالله گل داره این موضوع بسیار جنجالی شده بود. متشکرم فرزیا ثابتی در آنکارای ترکیه.